تو این ویدیو میخوایم نکات اساسی رو در مورد چای بگیم، از تاثیر اون بر روی سلامتی تا اینکه چای رو چگونه بنوشیم و اینکه خواص چای چیه. سلام به بینندگان عزیز کانال تاپ 5 فارسی، حالتون چطوره؟ خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. در پایان یک روز کاری نوشیدن یک فنجان چای خیلی میچسبه. این نوشیدنی گرم به دلیل اینکه آرامش بخشه و خستگی رو از بین میبره طرفداران زیادی داره. لذت نوشیدن چای وقتی بیشتر میشه که بدونید این نوشیدنی سالم و پرطرفدار خواص درمانی داره، از بسیاری از بیماری ها پیشگیری میکنه و برای سلامت بدن مفیده. چای اگر در حد طبیعی مصرف بشه برای سلامتی مفیده، اما گاهی تصورات نادرستی درباره این نوشیدنی مطرح میشه که نتایج بررسی‌ها و تحقیقات اونها رو تایید نمی‌کنه. به طور مثال، اینکه چای به دندان‌ها آسیب می‌رسونه یا برای قلب ضرر داره یا اینکه چای مفید نیست و بهتره که اون رو ترک کرد، اینها همه تصورات غلطیه که راجع به چای داریم. همراه ما باشید. تأثیر چای بر دندان. چای برای سلامت دهان و دندان مفیده. بررسی‌های اخیر پژوهشگران دانشگاه شیکاگو نشون داده پلی‌فنول موجود در چای سیاه با غیر فعال کردن آنزیم‌های باکتری‌های دهانی موجب عدم فعالیت اونها شده و در نتیجه پلاک‌های دندانی غیر فعال شده و از پوسیدگی دندان‌ها پیشگیری میشه. البته در این بررسی‌ها چای سیاه به صورت یک دهانشویی استفاده شده، اما نوشیدن چای هم به از بین بردن پلاک‌ها کمک می‌کنه. چای به علت داشتن مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن و فلوراید از فساد، پوسیدگی و ایجاد حفره در دندان جلوگیری می‌کنه. بررسی‌های دانشمندان ژاپنی نشان داد کودکانی که چای می‌نوشن خیلی کم به پوسیدگی و کرم خوردگی دندان دچار می‌شن. ژاپنی‌ها به تازگی یک نوع خمیر دندان ساخته و به بازار عرضه کردن که پایه ساخت اون تاننه. شاید علت این تصور غلط مواد قندی و شیرین کننده هاییه که همراه با چای مصرف میشه و موجب پوسیدگی دندان ها میشه. بهتره چای رو بدون قند بنوشید یا قند یا شکر رو به صورت حل شده در چای مصرف کنید و برای جلوگیری از پوسیدگی و رنگ گرفتن دندان ها بعد از صرف چای دهان و دندان هاتون رو با آب بشورید. تأثیر چای بر قلب. نوشیدن چای به بیماران قلبی توصیه میشه. چای از ایجاد لخته‌های خطرناک خون که به حملات قلبی و سکته منجر میشه پیشگیری میکنه. مطالعات نشون داده که سطح چربی خون و فشار خون بعضی مصرف کنندگان چای پایین‌تر از دیگرانه. دانشمندان روسی بعد از اجرای طرح‌های تحقیقاتی گسترده روی بیماران دریافتند که چای آثار نیرومندی برای به تأخیر انداختن پیشرفت تصلب شرائین و تقویت عروق موین و رقیق کردن خون و کاهش فشار خون داره. تحقیقات دیگه آثار مفید چای رو در حمایت عروق قلبی تایید میکنه. در اواخر سال 1960 دانشمندان آزمایش لارونز لمیور در دانشگاه کالیفرنیا میزان تصلب شرائین در شریان‌های قلب حدود 300 نفر از قفقازی‌ها که عادت به خوردن قهوه داشتند و 100 نفر چینی که چای می‌نوشیدند را اندازه‌گیری کردند. نتایج این مطالعه 14 ساله نشون داد گروهی که چای می‌نوشیدند یک سوم کمتر از گروهی که قهوه مصرف می‌کردند دچار آسیب‌های قلبی عروقی می‌شدند. همچنین مخصوصا چای نه چندان پررنگ از تشکیل آتروما یا همون تشکیل پلاک‌های انسدادی عروق در آورد جلوگیری می‌کنه. نتیجه یک آزمایش که در اون تعدادی خرگوش به عنوان نوشابه چای خوردن نشون داد که این خرگوش‌هایی که آب ساده خوردن کمتر دچار ناراحتی و آسیب آورد شدن. تحقیقات ژاپنی در سال 1980 نشون میده که چای کلسترول و تریگلیسیرید خون رو کاهش میده. تأثیر چای بر جذب آهن. مصرف چای بعد از غذا به هضم غذا به ویژه غذاهای چرب کمک میکنه. تانن موجود در چای از جذب آهن پیشگیری میکنه. به همین دلیل نوشیدن روزانه یک فنجان چای به بیماران مبتلا به هموکروماتوز توصیه میشه. نوشیدن چای 2 ساعت بعد از غذا باید باشه. تأثیر چای بر اعصاب. بعضی ها چای می نوشن چون معتقدن چای خاصیت آرامش بخش داره، اما بعضی ها میگن چای شادی آور و نشاط آوره. واقعیت اینه که هر دو این صحبت ها درسته. چای تا پیش از 2 دقیقه از دم کشیدن اثر محرک داره، اما بعد از مدتی به تدریج از خاصیت محرک بودن اون کم میشه و خاصیت آرامش بخش رو بیشتر میکنه. بعد از گذشت 5 دقیقه از دم کشیدن چای بیشترین کافئین چای خارج میشه. چای ضد سرطانه. چای 3 نوع آنتی اکسیدان داره و بررسی‌ها نشون داده که مصرف چای احتمال ابتلا به سرطان کلیه رو کاهش میده و افرادی که در روز یک فنجان چای مینوشن در مقایسه با افرادی که چای نمینوشن 15% کمتر دچار سرطان کلیه میشن.
فلانوئید گروهی از پلیفنول ها هستند که به طور طبیعی در چای وجود دارند. به نظر میرسه سطوح بالای این پلیفنول ها در بدن میتونه علاوه بر ویروس ها با سرطان لوزالمعده، کلون، مثانه، پروستات و سینه هم مقابله کنه. در ژاپن خوردن حداقل 10 فنجان چای در روز با کاهش خطر سرطان معده همراه بوده. همچنین مطالعات متعددی در ارتباط با تاثیر مثبت چای در پیشگیری از سرطان ریه و رحم انجام شده. محققان ژاپنی معتقدند در میان مواد طبیعی ضد سرطان چای رتبه اول را داره. عده‌ای از دانشمندان درجه اول مؤسسه ملی ژنتیک ژاپن طی گزارشی اعلام کردند که در چای سبز ژاپن نوعی تانم وجود داره که خاصیت ضد متاسیم سلولی داره و در نتیجه از عوامل ضد سرطانه. میان 100 نوع گیاهی که محققان ژاپنی در یک برنامه وسیع مطالعاتی به منظور یافتن بهترین و مؤثرترین گیاه ضد متاسیون سلولی مورد بررسی قرار دادند، چای سبز در آزمایشگاه مؤثرترین ماده بوده. تأثیر چای بر سوخت و ساز بدن. چای یک نوشیدنی کم کالریه و یک فنجان چای حدود 4 کالری داره. و علاوه چای متابولیسم رو بیشتر میکنه و با بالا رفتن سوخت و ساز بدن موجب میشه کالری بیشتری مصرف بشه و چربی ها رو راحت تر و زودتر میسوزونه. مصرف چای موجب میشه آب بیشتری بنوشیم. آب از موادی هستش که برای شکستن سلول های چربی لازمه. چای به علت خاصیت ادرارآوری که داره به دفع سموم کمک میکنه. البته افرادی که اضافه وزن دارن چای رو بهتره بدون قند و مواد شیرین کننده و چاشنی های پرکالری مصرف کنن. تأثیر چای بر پوست. 200 میلی لیتر چای 44 میلی گرم کافئین داره که دریافت این مقدار کافئین میتونه در رفع خستگی بدن و به ویژه پوست به عنوان عضوی بسیار فعال کمک کنه. خواص ضد سرطانی چای نیز از جمله مواردیه که میتونه در حفظ سلامت پوست مؤثر باشه، به طوری که ترکیب پلی‌فنول موجود در چای مانع فعالیت ترکیبات سرطانزا به ویژه ترکیبات نیتروزی میشه که در فرآورده‌های گوشتی وجود داره و این خواص آنتی اکسیدانی پیری زودرس پوست رو به تأخیر میندازه. مطالعات نشون داده که بالا بودن چربی خون از عواملی هستش که فرآیند پیری رو در بدن زیاد میکنه و نوشیدن چای به خصوص چای سبز به دلیل فلانوئیدهایی که داره سطح چربی خون به خصوص کلسترول بد رو کاهش میده. به علاوه چای به دلیل کافئین بالایی که داره یک محرک بوده و جریان خون رو در سطح پوست افزایش میده و موجب دفع مواد زائد میشه که این کار هم خستگی پوست رو کاهش میده و هم موجب تغذیه بهتر اون میشه و موجب میشه سلول ها شادابی خود رو حفظ کنن. تأثیر چای بر کلیه. سلول های کلیه بیشترین تماس رو با رادیکال های آزاد دارن و چای به دلیل داشتن آنتی اکسیدان از سلامت کلیه محافظت میکنه. پلیفنول موجود در چای سبز عملکرد کلیه رو در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بهبود میبخشه. پلیفنول ها آنتی اکسیدان هایی هستن که سلول های انسان رو از آسیب محافظت میکنن. چای داره مقادیر کمی سدیم و مقدار زیادی پتاسیمه و از اونجا که بیماران مبتلا به بیماری کلیوی در مراحل پایانی باید مصرف پتاسیم خودشون رو محدود کنن، به این مسئله باید توجه داشته باشن. تأثیر چای بر روی حافظه. نوشیدن مرتب چای حافظه رو تقویت کرده و راه جدیدی برای پیشگیری درمان آلزایمره. آلزایمر بیماری تحلیل برنده اعصابه که در اون ماده شیمیایی به نام استیلکولین در مغز کم میشه. چای با مهار انزیم کولین استارز روند آلزایمر رو به تأخیر میندازه. و اما چای داغ. چای رو داغ نخورید. دلایلی در دسته که خوردن مایعات خیلی داغ ممکنه به مخاط گلو و نای آسیب برسونه و بروز سرطان رو تسریع کنه. بررسی ها نشون داده افرادی که چای رو خیلی داغ می نوشن بیشتر از دیگران مستعد ابتلا به سرطان نای هستند. تا چند سال پیش دانشمندان تصور می کردن شاید چای موجب سرطان نای بشه، ولی بررسی ها نشون داده که این ضرر مربوط به چای نیست بلکه به داغ بودن اونه. بنابراین برای حفظ سلامت و استفاده بیشتر از فواید چای بهتره چای رو خیلی داغ نخورید. تأثیر چای بر قند خون. دانشمندان ژاپنی ماده‌ای از چای سبز و سیاه جدا کردن که قند خون رو کاهش میده. دانشمندان ژاپنی در عین حال که خواص بسیار خوبی رو برای چای عنوان کردن، معتقدند که هیچ یک از این خواص ناشی از ماده خاص در چای نیست، بلکه تأثیر مجموعی از انواع شفابخش موجود در چایی که به طور توأم و با هم در یک مجموعه این آثار رو دارن. چای خاصیت ضد میکروبی داره. چای به دلیل داشتن انواع تانن که به اون طعم مخصوصی میده بدون تردید یک ضد باکتری و ضد ویروسه. دانشمندان آمریکایی کشف کردن که تانن نوعی ویروس آنفولانزا رو مختل میکنه.
همچنین تنن چای ویروس تبخال رو مهار میکنه. تحقیقاتی که در کانادا انجام شد نشان داد چای در لوله‌های آزمایش تعداد زیادی از انواع ویروس‌های بیماریزا رو غیر فعال میکنه. خواص درمانی چای. بله، چای نوشیدنی مفیدی برای تصفیه خون از طریق ازدیاد ترشحات کلیویه. به هضم غذا کمک میکنه، سبب نشاط و بیداری و مانع خواب‌آلودگی میشه. پیشگیری تسکین علائم و تسریع بهبود سرماخوردگی و آنفولانزا رو در پی داره. ضدعفونی کننده و پیشگیری از بوی بد دهانه. پیشگیری و کاهش اثر دیابت نوع 2 رو بر عهده داره. کاهش علائم مواد حساسیت زا، کاهش علائم عارضه پارکینسون، بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کند کردن گسترش عفونت ویروس HIV در بدن، حفظ تعادل آب و الکترولیت های بدن، رفع خستگی و استرس، پیشگیری التهاب بیماری هایی مثل آرتروز، پیشگیری از پوکی استخوان و کند کننده روند پیریه. همچنین باعث کاهش وزن و افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن میشه. محتویات چای حاوی چیه؟ برگ چای داره کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، پیگمان های فلانوئیک، بازیکوریک، توفلین و ویتامین و کلروفیل و تانین و کافئینه. حالا چای رو چطور دم کنیم؟ روش دم کردن چای در عطر، طعم و رنگ چای موثره. طریقه دم کردن چای به روش چینی اینطوریه که آب رو در سماور میجوشونن و به ازای حرف فنجان چای یه قاشق چای خوری چای خشک رو در قوری ریخته و کمی آب جوش روی اون میریزن. مدت 2 دقیقه در کنار گذاشته و بعد از 2 دقیقه آب اون رو خالی میکنن. سپس قوری رو از آب جوش پر کرده 3 تا 5 دقیقه روی سماور میذارن تا دم بکشه. با این کار چای مقدار زیادی از عناصر مضر خودش رو از دست میده. چگونگی دم کردن چای سیاه. آب رو به درجه جوش رسونده، سپس روی چای می‌ریزیم. زمان دم کشیدن نباید کمتر از 30 ثانیه و طولانی تر از 5 دقیقه باشد، زیرا پس از اون تانن چای آزاد میشه و اثر محرک کافئین رو خنسا میکنه و طعم چای رو تلخ میکنه. چگونگی دم کردن چای سبز. دمای آب در حالتی باید بین 80 تا 85 درجه سانتیگراد باشه. به طور معمول هرچه کیفیت چای سبز بالاتر باشه دمای آب هم کمتره. بهتر قوری چای پیش از دم کردن با قرار دادن قوری درون یک کاسه حاوی آب داغ گرم بشه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی. شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.